بر اساس یک گزارش جدید، بیش از نیمی از جمعیت جهان در کشورهای زندگی می کنند که آزادی بیان در آنها به یک بحران تبدیل شده است. در ادامه همکارم به بررسی این گزارش پرداخته که با هم می بینیم. بحران آزادی بیان برای بیش از نیمی از جمعیت جهان در حالی رخ می‌دهد که ده‌ها کشور در سال 2024 قرار است انتخابات برگزار کنند. بر اساس گزارشی که به تازگی منتشر شده، حدود 4,200,000,000 نفر یا 53% از جمعیت جهان در کشورهایی زندگی می‌کنند که آزادی بیان در آنها بحرانی است. و کمی بیش از 1/5 یعنی 23% آنان در کشورهایی زندگی می کنند که آزادی بیان در آنها قابل قبول یا کمتر محدود شده است. در این گزارش آمده این وضعیت فقط بد نیست، این به معنای واقعی کلمه بدترین چیزی است که می توانید در نیمی از جهان وجود داشته باشد. در ماده 19 این گزارش 25 شاخص از جمله آزادی رسانه، مذهب و دانشگاه را تحلیل کرده و کشورها را در دسته‌های باز، کمتر محدود، محدود، بسیار محدود و بحرانی طبقه بندی می کند. مکیو، یکی از تهیه کنندگان این گزارش گفت با برگزاری انتخابات در چندین کشور در سال جاری شاهد افزایش قطعی اینترنت و همچنین افزایش کمپین‌های تبلیغاتی تحت حمایت دولت‌ها با هدف تأثیرگذاری بر انتخابات هستیم. مکیو همچنین گفت که در رابطه با آزادی بیان در هند نگرانی‌های خاص وجود دارد. به گفته کمیته حمایت از روزنامه‌نگاران، از زمان آخرین انتخابات عمومی هند در سال 2019 تعداد بی‌سابقه‌ای از روزنامه‌نگاران دستگیر شده یا با اتهامات جنایی روبرو شدند و چندین رسانه مهم با ادعای تقلب یا فرار مالیاتی هدف حمله قرار گرفتند. سایر کشورهایی که در این گزارش نسبت به آزادی بیان روند کاهشی داشتند عبارتند از بورکینافاسو، جمهوری آفریقای مرکزی، اکوادور، اتیوپی، مولداوی، مغولستان، سنگال و توگو که در این گزارش در بازده آنها آمده که در مقیاس جهانی آزادی بیان در آنها راکد است. اما انتخابات همچنین می تواند تأثیرات مثبتی بر آزادی بیان داشته باشد. همان گونه که با پیشرفت‌هایی در برزیل پس از پیروزی لوئیز ایناسیو لولا دا سیلوا بر جایر بولسونارو رئیس جمهور راستگرا انجام شد. مکیو در ادامه گفت حقوق و آزادی‌ها هرگز نباید نادیده انگاشته شوند و تضمین، تقویت و بهبود حقوق مردم همیشه باید ادامه داشته باشد. به جز از برزیل، کشورهای دیگری که در سال گذشته از نظر آزادی بیان بهبود یافتند، عبارتند از فیجی، سریلانکا و تایلند. برای صحبت بیشتر در این خصوص، آقای امید فراغت، خبرنگار و فعال رسانه‌ای از تهران با ما همراه هستند. آقای فراغت سلام، اجازه بدید با این سوال گفتگو را آغاز کنم که چرا آزادی بیان در بسیاری از کشورهای جهان نقض میشه و دلیل استفاده از ابزار سرکوب توسط حکومت‌های تمامیت‌خواه چیست؟ درود و ادب و احترام. من پاسخ شما چون میتونه کوتاه باشه، بیشتر جوامع کمونیستی و شبه مارکسیستی و ایدئولوژیک از آزادی بیان به صورت کامل برخوردار نیستن و دلیلمون هم ترسی از که حاکمان دارن از دست دادن قدرت، چون جوامعی که حکومت‌هایی که تمامیت‌خواه هستن به دنبال حفظ بیشه قدرت خودشون هستن و نگران هستن از آگاهی، چرا که آگاهی دانایی و توانایی میاره، جوامع در آزادی به آگاهی میرسن، هر جامعه‌ای هم که آگاه باشه به فهم بیشتر میرسه و فهم بیشتر هم سهم بیشتر تولید میکنه. آزادی بیان کمک میکنه که جامعه بشری، مردم از حکمرانانشون سوال کنن که چرا ما فقیریم، چرا جوان‌ها نمیتونن ازدواج کنن، چرا بیکاری زیاد هست، و چون پاسخی ندارن
با سرکوب و زندان روبرو میشن دگراندیشان، کسانی که متفاوت میاندیشن و از آزادی بیانشون استفاده میکنن. من احساس میکنم که در زمینه اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کاملا باید آزادی بیان وجود داشته باشه، اما آزادی بیان یک سری محدودیت‌هایی داره، اون هم در زمینه مذهب هست، چرا که ما همگی ما باید یاد بگیریم به عقاید دیگران احترام بگذاریم و در این مقوله باید یک مقدار محدودیت‌های آزادی بیان پذیرفته بشه. در غیر این صورت همه ما باید صحبت کنیم، شک و تردید کنیم با آنچه که حکمرانان برای ما تصمیم می‌گیرند و اونها هم باید پاسخگو باشن. بله، از توضیحاتتون ممنونم و تا گفتگوی آینده شما رو به خدا میسپارم. امید فراغت، خبرنگار و فعال رسانه‌ای از تهران.